یه استادی بوده، یه استاد نقاش، یه شاگردی داشته، میگه بعد از یه مدتی کار کردن میگه من هر چیزی که بود در اختیار تو گذاشتم، هر کاری که بلد بودم به تو یاد دادم. استاد بهش میگه برو یه نقاشی بکش و وسط مرکز شهر نقاشی رو بزن. وزیرش یه مرد می‌نویسه، استادش می‌نویسه مردم این نقاشی رو ببینید، اگر جاهایی که فکر می‌کنید ایراد داره یا از نظر شما مشکل داره یک ضرب در اون قسمت بکشید. صبح نقاشی رو می‌ذارن، بعد از ظهر میرن و میان می‌بینن کل نقاشی قرار گرفته از هزاران ضرب در نقاط مختلف اون نقاشی. اون شاگرد خیلی حالش خراب میشه، برمیگرده جای استادش میگه بابا این چی شد؟ تو مگه نگفتی تو ساعتت خیلی بالاست؟ مگه نگفتی من هرچی یاد داشتم بده؟ مگه نگفتی نقاشی های من خوبه؟ چرا اینا همه اومدن ضرب در کشیدن؟ میگه نگران نباش، یه نقاشی دیگه بکش، برو بذار وسط شهر. و میاد یک متن دیگه مینویسه، یا آبرنگ، قلمو، مداد رنگی یا هر چیز دیگه اون قسمت میذاره. میگه اگر جایی از نقاشی ایراد داره اصلاحش کن. و صبح میذارم، بعد از اون میان میبینن هیچ کس به نقاشی دست نداره. شما اگر از مردم نظر بخواید توی هر زمینه که فکرشو بکنید، همیشه یک سری افراد هستن که فقط به شما نظر میدن، چه مثبت چه منفی، اما در 95% مواقع نظریه‌ای که به شما میدن اون چیزی نیستش که شما باید انجامش بدید. من قرار بود زمانی که این شغل به معرفی شد، ای قرار بود طبق نظریه های دیگران برم جلو، الان جایگاهم اینجا نبود، الان بین شما نبودم، الان حالم اینقدر خوب نبود، درآمد الانمو نداشتم، لباس تن الانمو نداشتم، ای قرار بود به حرف دوستان بکنم، نظریه دوستان بکنم، ای قرار بود به حرف خیلی ها بکنم، هر جایی بودم جز اینجا. همه نظر میدن، ولی به یک نفر بگو بیا خود تو چه پلنی داری؟ این کار جلوی سر راه ما قرار گرفته و هزار و یک نفر بدون هیچ اطلاعاتی در مورد کار ما نظر میدن، نه اینجاش اینجوریه، نه اونجاش این شکلیه، نه من خودم یک معجره در شرکتش رد شدم هیچی نشده، نه میدونی من پسرخاله بابام که رفیق پسردایی عباس آقا سرکوشمونه، اون یکی دو ما رفته کار کرده. بابا مگه اون چی یاد داره؟ مگه اون چه اطلاعاتی داره که بخواد توی نظر تو و توی فرصتی که سر راه تو قرار گرفته بخواد تأثیر بذاره؟ میرفتم جای رفیقام، جای اینکه تشویقم کنم یا بهم بگن دمت گرم برو انجام بده، و فقط شروع کردم به منفی زدن و به مسخره کردن. تو فامیل میرفتم شروع میکردم به مسخره کردن. شما اگه یک رستوران میخوای بزنی، هزار و یک نفر کنار شما قرار میگیرن میگن نری بزنی، مگه دیگه سود تو شکمه؟ این همه رستوران، این همه فست فود، هر کاری که شما بخوای در طول اون مسیری که برای خودت قرار گرفتی بخوای انجام بدی، یک سری آدم، یه عده آدم اطرافیان شما هستن که بخوان تاثیر منفی داشته. آقا من میخواستم برم باشگاه، دوروبریان مسخرم کردن تو با این هیکلت میخوای بری باشگاه؟ میگفتم خب چون هیکلم اینه میخوام برم باشگاه. یعنی چی تو با این هیکل میخوای بری باشگاه؟ آقا مگه از خانواده مهمتر هست؟ مگه از مادر پدر من مهمتر توی زندگیم بود؟ ولی همون مادر پدر هر روز منو با عشق میفرستادن دفتر، میگفتن کار نکن. آیا من بی احترامی کردم برای اون پدر؟ اگر بخوای کوتاه مدت در نظر بگیریم یا لحظه ای فکر کنیم، آره من بی احترامی کردم و حرفش گوش ندادم. ولی الان چی؟ مثل دروغ مصلحتی میمونه به صلاح طرفه. آقا یک یخچال برو بخر، باید 80 میلیون 100 میلیون پول بدی. آقا یک 206 200 میلیون تومانی تو بخوای بخری 10 سال باید 12 سال باید بیرون کار کنی. منم دقیقاً یک روزی یک نفر یک کاغذ گذاشت جلوی من، کارو به معرفی کرد، گفت بابا اینجا این شکلی میتونی پول در بیاری، نگفت میتونی بری پول در بیاری، گفت میتونی بیا اینجا با هم پول در بیاری. تا لحظه‌ای که تو به موفقیت برسی اینجا کنارت هستم. تو سن 25 سالگیم چیزایی تجربه کردم که ببینم خیلی از 25 ساله ها تجربه نکردم، و خیلی ها هم بودن که من شرایط اونا رو تجربه نکردم. اگر الان برگردم به 6 7 سال پیش به من بگن آقا تو 100 میلیون تومان الان باید پول بدی، در ازای پولت هم هیچی نمیدیم بهت، فقط باید برای ورودت 100 میلیون پول بدی، خدا شاهد اگر برگردم به 6 7 سال قبل 200 میلیون میدم امروز برسم به جایگاه امروز، به خاطر اینکه خیلی فرق داره با گذشتن. پس امروز بهترین تصمیم تو بگیر، چون تو اگر جایگاهی که امروز داری، وضعیت مالی، وضعیت خانوادگی، سطح سوادت، هر چیزی که الان داری، تمام شرایطی که تو الان توش قرار گرفتی،
همه نتیجه تصمیم هایی بوده که توی سالیان گذشته گرفتی. وضعیت تحصیلی، هر چیزی نتیجه تصمیم هایی بوده که توی سالیان گذشته گرفتی. بعد نتیجه که توی چند سال آینده برای خودت رقم میزنی، نتیجه تصمیمیه که امروز میگیری. بعد به بهترین حالت ممکن یه تصمیم درست بگی. بالاخره که میاد، بالاخره 5 سال دیگه که میاد. آقا 5 سال گذشت، 5 سال پیش تو اگه به الان فکر کردی، 5 سال گذشته به الان رسیدی اینجا. پس مطمئن باش 1 سال دیگه، 2 سال دیگه، 5 سال دیگه هم اتفاق میفته. ما کجای کار داریم؟ زمان همه چی رو درست میکنه و زمان همه چی رو درست میکنه. ممنون که برام گوش دادید.